امروز متاسفانه از عالم گرفته تا عوام، از قلم بدست گرفته تا بی سواد، از تجار گرفته تا مشتری، از کارمند گرفته تا مأمور و رئیس، این دو چیزی که مهم و اساسی است در جامعه اسلامی، همه با این خیانت کلان دست و پنجه نرم میکنند. اوصاف مؤمن کامل امیز که امانت را خیانت نمی کند. کسی که امانت را خیانت کرد، اون از جمله مؤمن کامل شمرده نمی شود. در کل اگر گناهی برش محیا می شود، در این حالت اون پروردگار را حاضر و ناظر می داند. اون از الله می ترسد و از عذاب دردناک الله سبحانه و تعالی ترس و حراس می داشته باشد. و هفتم اوصاف مؤمن، مؤمن کامل امین است که با آرامی و سکون در زمین خدا حرکت می کند، متکبرانه حرکت نمی کند، بسیار با آرامش و با اطمینان خاطر حرکت می کند. وقتی که جاهل را دیدین، با سلام دادن بگذرین بروین، کوچه تبدل بکنین. با جاهل اجگاه بحث و مباحثه صورت نگیرد، به خاطر که اون چیزی از دست دادن ندارد و مؤمن آبرو عزت دارد، شخصیت دارد. با جاهل بحث بکند، همه را از دست میدید و همه را به فنا میدید. الحمدلله، الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الآية. محسن سفيدان، جوانان معزز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانیاً موضوعی که امروز به توفیق الله سبحانه و تعالی خدمتتان عرض می کنم، در ارتباط اوصاف مؤمنون است. اوصاف مؤمن که در قرآن عظیم الشان ذکر شده است. مؤمن ناکام در پی و تلاش خواهشات نفسانیش است، آنچه که نفسش برش وامی دارد مطابق نفسش عمل می کند، این مؤمن ناکام است. اگر فرزندش برش چیزی بگه، اگر خانمش برش چیزی بگه، اگر دوست رفیقش برش چیزی بگه، مطابق امونها عمل میکنه، در حالی که حرف برادرش، حرف دوستش، حرف فرزندش مطابق قرآن و سنت نیست، مخالف است، اما قانون الهی را زیر پا میکند و اون عمل میکند، این را مؤمن ناکام گفته میشود. مؤمن کامل اوصافی بیشتری دارد که انشاءالله یک پی دیگر ما در ارتباطشان بیان میکنیم. مؤمن کامل همان مؤمنی است که هوا و خواهشات نفسانی خود را زیر پای میکند و مطابق قرآن و سنت در روی زمین خدا عمل میکند. یکی از اوصاف مؤمن کامل ای است که اهتمام به نماز می داشته باشد، اهتمام زیاد و پایبندی زیاد به نماز می داشته باشد. یکی از اوصاف مؤمن کامل همین است که اون به نمازهایش پایبند می باشد. در پنج وقت نماز
در جماعت حاضر می شود. وقتی که مؤذن آذان گفت، اون فوراً به نماز آماده می شود. نه تنها در نماز فرض، بلکه به نمازهای نوافل مستحب با اوامری که در آن مستحب نفته است عامل است. کار خیر را انجام می دهد. نماز نفل را می خواند. اون اهتمام به نماز بیشتر می داشته باشد. یکی از اوصاف مؤمن کامل امیز که پایبند نماز است. پس اگر اشخاص و افرادی که بر نماز پایبند هستند، باید انسان مسلمان به مؤمن بودنی از او گواهی بدهد که او انسان مؤمن است. انسان‌های مؤمن نمازخوان می باشند. و انسان‌هایی که نماز می خوانند، الله متعال در ارتباط آنها می فرماید والذین هم علی صلاتهم یحافظون. الله سبحانه و تعالی می فرماید والذین هم علی صلاتهم یحافظون. مؤمنان کسانی هستند که با نمازهای خود پایبند هستند. وقتی که نمازی از انسان فوت شود، نمازش ناوقت شود، لرزه بر اندامش می آید. این خصوصیات مؤمن کامل است که در نمازهای خود پایبند می باشد. و دیگر مؤمنان وقتی که نماز می خوانند، با خشوع و با فروتنی نماز می خوانند. با فروتنی. ما گاهی اوقات بعضی از برادرها را مشاهده می کنیم، می بینیم که نماز می خوانند، فکرشان در نماز نیست، این طرف و آن طرف را نگاه می کنند. بسیار به یک بی‌اعتنایی از سر خود نماز را رد می کنند، در حالی که این چنین نیست. مؤمن کامل را الله متعال در ارتباطی که خاشعانه نماز می خوانند، الله سبحانه و تعالی می فرماید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمن کامل و مؤمن رستگار امان مؤمن است که در نماز خود خاشع و فروتنی را اختیار می کند. الذين هم في صلاتهم خاشعون. در نمازهایشان خاشع هستند. وقتی که به نماز استاد می شوند، گویا این که با الله سبحانه و تعالی ملاقات می کنند. اونا تمام هم و غمشان از دنیا دور است. وقتی که در نماز استاد می شوند، آنها هوش و فکرشان در پی ای است که الله از پیشمان راضی شود و رب العالمین نماز ما را قبول به درگاهش بفرماید. پس یکی از اوصاف مؤمن کامل ای است که نماز را برپا می دارند و بر نمازهایشان پایبند هستند و خاش و با خضوع و فروتنی نماز خود را ادا می کنند. دومین اوصاف مؤمن ای است که از له و لعب، از سخنهای لا یعنیهی، از چیزهای بیوده خودداری می کند. رسول علیه السلام فرمودن من حسن اسلام المرء ترکوه ما لا یعنیهی. یکی از خوبه های مسلمان ای است که ترک می کند سخنهای بیهوده به معنا به مفهوم را ترک می کند. پس دومین اوصاف مؤمن کامل ای است که از سخنهای باطل بیهوده و ناسنجیده خودداری می کند. الله سبحانه و تعالی می فرماید الذین هم عن اللغو معرضون والذین هم عن اللغو معرضون. مؤمن کامل، مؤمن خدا ترس، از سخنهای بیهوده به معنا خودداری می کند. اما اون کسی را که دیدن شما با سخنانی بی ارزش
با سخنای لا یعنیه ارزش نداد بفهمین که مؤمن کامل است. مؤمن ناکام اما مؤمن است که حق و ناق با سخنهای بیودع، با سخنهای باطل، با سخنان که ناسنجیده است روزانه با آن دست و پنجه نرم می کند. و الله سبحانه و تعالی از سخنان له و لعب، سخنان باطل منو کرده است. والذین هم عن اللغو معرضون. مؤمن کامل و مؤمن خدا ترس همان مؤمن است که از حرفهای لا یعنیهی و از حرفهای باطل خودداری می کند. سومین اوصاف مؤمن که در قرآن عظیم الشان ذکر شده است ای است که از شرمگاه خود حفاظت می کند. سومین اوصاف مؤمن است که از شرمگاه خود حفاظت می کند، یعنی زنا نمی کند، لواطت نمی کند، حتی مقدمات زنا را انجام نمی دهد. این یکی از اوصاف مؤمن همیست که اون شرمگاه خود را حفظ می کند و زنا و لواطت را انجام نمی دهد. رسول علیه السلام فرمودند اگر شخص هر مسلمانی که دو چیز را برای ما ضمانت بکند جنت را برای ضمانت میکنم، میان دو لب خود را و میان دو پای خود را. این دو چیز را رسول علیه السلام فرمودند که اگر کسی با من ضمانت بکند من جنت را برای ضمانت میکنم. اگر انسان زبان خود را کنترل بکند کفریات از زبانش نبراید و از شرمگاه خود در راه حرام استفاده نکند، رسول الله فرمودند که من جنت را برش ضمانت میکنم. پس انسان مسلمان نه تنها این که از شرمگاهش بلکه دیدگاه خود را حفاظت میکند. اگر انسان ها به اوج عزت، به اوج متانت، به مقام های بلند رسیده باشند اگر دو چیز را از خود دور نسازن پس به سقوط مواجه می شوند. اگر عالم است به رشد تعالی رسید است، اگر تجار است به ثروت انگفت رسید است، اگر سیاست مدار است به اوج قدرت رسید است، اگر دو چیز از نزد خود دور نسازد اون پس به سقوط مواجه می شه. یک، نگاه حرام، یعنی با زنا و لواطت اگر دست و پنجه نرم بکند با سقوط مواجه میشه. دو، که انسان را به زمین میزند کبر و غرور است. کبر برادرای عزیز چادر پروردگار است، اون را کسی گرفته نمیتاند، اون کبریاست. پس انسان این دو چیز را از خود دور بکند به اوج عزت خود که دارد با اون اوج و عزتش پس بلندتر می رود. پس سومین اوصاف مؤمن امیست که از شرمگاه خود محافظت می کند و زنا و لواطت را انجام نمی دهد. اگر خدای نخواسته از پیشش گناهی سر زد، یا اینکه نگاهی به نامحرمان داشت، یا از انسان یک گناهی سر زد، پس اوصاف مؤمن کامل امی است که فوراً می رود وضو می گیرد و صلات توبه را می خواند و از الله عذرخواهی می کند. چهارم اوصاف مؤمن کامل امیست که امانت را خیانت نمی کند و وعد خلافی هم نمی کند. مؤمن کامل همان مؤمنی است که امانت دار می باشد و وعده کرد وعد خلافی نمی کند. قرآن در این ارتباط اشاره دارد والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. والذین هم
لأماناتهم وعهدهم راعون. مؤمن کامل، مؤمن خدا ترس، امانت را خیانت نمی کند. دو، وقتی که وعده کرد وعده خلافی نمی کند. امروز متاسفانه از عالم گرفته تا عوام، از قلم بدست گرفته تا بی سواد، از تجار گرفته تا مشتری، از کارمند گرفته تا مأمور و رئیس، این دو چیزی که مهم و اساسی است در جوامع اسلامی، همه با این خیانت کلان دست و پنجه نرم میکنند. وقتی که امانت سپرده شد، امانت برش داده شد، امانت را خیانت میکند. باور به خدا بکنین، انسان تعجب میکند، حرف و حدیث را میشنود، میگه من با اشخاص افرادی که سالیان سال زندگی کردیم، با سالیان سال دوستی کردیم، اما امانت در نزدش گذاشتیم، امانت خیانت کرد. امانت را که برش سپاریدیم خیانت کرد، که سالها امرای زندگی کرده، سالها امرایش دوستی کرده، سالها امرایش معامله کرده، او امانت برش گذاشته که او را امین پنداشته. اون گفته که این امین است، وقتی که امانت به نزدش سپرده امانت را خیانت کرده. این گونه اشخاص مؤمن کامل نیست. الله سبحانه و تعالی می فرماید والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. اوصاف مؤمن کامل امیست که امانت را خیانت نمی کند. اگر کسی شما را امین می شمارد، شما در مقابل اعتماد آن، شما هم از مالی از او، از جنسی از او محافظت بکنین، که این اوصاف مؤمن کامل است. بفهمین که کسی که امانت را خیانت کرد، اون از جمله مؤمن کامل شمرده نمی شود. و دیگر وقتی که وعده گذاشت که امروز وعده میکند که 3 بجه ملاقات داریم، یا 3 بجه ما و شما یک جا نشست داریم صحبت میکنیم، اگر وعده کرد به تایمش حاضر شد، بفهمین که مؤمن کامل است. و اگر به وعده خود خلاف کرد، بفهمین که مؤمن کامل نیست. الله متعال میفرماید که شما امانت را به اهلش بسپارید، اما شناخته که ما کی را امین بپنداریم، کی را امین بشماریم سخت است. شناخت انسانهای امین مشکل است. در ظاهر به انسان مسلمان دوستی می کند و انسان فریبش را می خورد، در حالی که در دل چیز دیگری است. و اگر ما کسی را امین میشماریم از ظاهرش، و در باطن حرف دیگری دارد، اون را به الله می سپاریم، به خاطر که شناخت قلبها تعلق به انسانها نمی گیرد. الله سبحانه و تعالی می فرماید قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله. آنچه که در سینه ها گشت و گذار می کند و آنچه که در سینه ها می گذرد، اون بهتر از اون سینه ها الله متعال آگاهی دارد. الله متعال همه مسلمانان را هدایت و توفیق بدهد در بعد امانت داری و در بعد وعده. پنجمین اوصاف مؤمنی کامل که در قرآن عظیم الشان ذکر شده است، این است که از پروردگار خود و از عذاب پروردگار ترس و هراس می داشته باشد، همیشه خاشع و فروتن می باشد. اگر گناهی پیش رویش آمد، رشوتی برش پیشکش شد، اگر کسی سود برش داد، در کل اگر گناهی برش مهیا می شود، در این حالت اون پروردگار را حاضر و ناظر می داند. اون از الله می ترسد و از عذاب دردناک الله سبحانه و تعالی ترس و هراس می داشته باشد. ششمین اوصاف
مؤمن کامل که در قرآن عظیم و شان ذکر است از هر نوع گناه خودداری میکند، چه گناهی کبیر است چه گناهی صغیر است، از هر گناه خودداری میکند. اگر خدای نخواسته، قبلا هم ذکر کردم، از پیشش سهو اشتباه خطای رخ میدهد، در این حالت بازو توبه میکند و الله توبه کنندگان را دوست میدارد. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون، همه بنده های الله، همه فرزند آدم گناه میکنند. اگر کسی گفت که من پاک هستم، بفهمین که گناهگارم است. اگر کسی خود را پاک جلوه داد، از تمامی عیوب گفت ما پاک هستم، اشتباه کرده. رسول الله فرمودند کل بنی آدم خطاء، همه فرزند آدم خطاکار است و بهترین خطاکاران توبه کنندگان هستند. فورا می روند نماز می خوانند و توبه می کنند، به اشتباه خود پی می برند. پس اوصاف، یکی از اوصاف مؤمن همیست که از هر نوع گناه، چی صغیره باشد و چی کبیره، اون از بارگاه، اون وقتی که خودداری کرد، اگر خدای نخواسته ملوث به گناه شد، باز فورا به درگاه الله سبحانه و تعالی توبه می کند. و هفتم اوصاف مؤمن، مؤمن کامل امین است که با آرامی و سکون در زمین خدا حرکت می کند، متکبرانه حرکت نمی کند، بسیار با آرامش و با اطمینان خاطر حرکت می کند. الله سبحانه و تعالی در ارتباط اوصاف بنده های نیک خدا که در روی زمین حرکت می کنند می فرماید و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، بنده های نیک خدا امان هایی هستند که بر روی زمین خدا به فروتنه و عاجزی می روند. اون طور حرکت نمی کنند که به زمین بگویند که تو افتخار بکن که من سر رای تو حرکت کرده رایستم، نه، با سکون و آرامش حرکت می کنند. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، بسیار با آرامش خاطر و با آرامش و آسودگی در زمین خدا حرکت می کنند. و هشتمین اوصاف مؤمن، مؤمن کامل که در قرآن ذکر شده است، ای است که با جاهلان مقابله نمی کنند، با جاهل مقابله نمی کنند. وقتی که ما جاهل را می بینیم که او از حد خود می گذرد، اون فهمی درست از اسلام و دین ندارد، او انسان است که خیرت ندارد، پس در این ارتباط ما جاهل را میبینیم، با جاهل بحث و مباحثه نمی کنیم. چرا؟ بخاطر که ما با جاهل بحث و مباحثه نمی کنیم که چیزی از دست دادن جاهل ندارد، چیزی برای از دست دادن جاهل ندارد که از دست بدهد. پس مؤمن آبرو دارد، عزت دارد، متانت دارد، شخصیت دارد، نباید که با انسان جاهل دست و پنجه نرم بکند. الله سبحانه و تعالی می فرماید و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله برمان در یک نکته خلاصش می کند، اگر شما با جاهل روبرو می شوید، با جاهل مقابل می شوید، یعنی روبروی جاهل قرار می گیرید، با گفتن سلام پرونده و دوسیه عموم چیزی که در میان است بسته بکنید. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی که جاهل را دیدین با سلام دادن بگذرین بروین، کوچه تبدل بکنین، با جاهل اجگاه بحث و مباحثه صورت نگیرد، به خاطر که اون چیزی از دست دادن ندارد و مؤمن آبرو و عزت دارد، شخصیت دارد، با جاهل بحث بکند همه را از دست می‌دهد و همه را
به فنا می دهد. و نهمین اوصاف مؤمن که در قرآن عظیم الشان ذکر شده است، از لذت و خواهشات دنیاوی خودداری می کند. اوصاف مؤمن امیست که از لذت و خواهشات نفسانی خود دوری می جوید. نفسش برش می گوید که حرام بخور، اما حرام نمی خورد. نفسش می گوید که نعوذ بالله برو زنا بکن، این مؤمن کامل زنا نمی کند. نفسش می گوید برو غیبت برادر مسلمانت را بکن، مؤمن کامل غیبت برادر مسلمان را نمی کند. نفسش می گوید برو حق برادر مسلمانت را پایمال بکن و با اون با آبرو و عزت و شرفش بازی بکن. اما از چنین گناه های خطیر و خطرناک خودداری می کند. این اوصاف مؤمن است که از لذت و خواهشات نفسانی خودداری می کند. اسلام عزیز مخالف داشته های انسان نیست که انسان اگر بلاک خوب داشته باشد، موتر خوب داشته باشد و سواری خوب داشته باشد، اسلام مخالفی نیست. اسلام میگه از لذتی که در آن حرام نهفته است، از لذتی که با آبرو و شرف مسلمان بازی میکند خودداری بکن. یه اوصاف مؤمن همیست که از لذت و خواهشات نفسانش خودداری میکند. دوم اوصاف مؤمن کامل امیست که از کشتن انسانهای معصوم و بیگناه خودداری میکند. از کشتن انسانهای معصوم و بیگناه خودداری میکند مگر برحق. چه رقم برحق؟ هیچ مسلمان در روی زمین حق ندارد که خون مسلمان را به زمین بریزاند. هیچ مسلمان حق ندارد که خون برادر مسلمانش را بدون موجب به زمین بریزاند. چرا؟ به خاطر که الله سبحانه و تعالی ریختاندن خون برادر مسلمان را حرام گردانده. مگر بر حق چطور؟ اگر کسی خدای ناخواسته زنا می کند، اون را حاکم و قاضی 4 شاهد می خواهد و بعد از او سنگسارش می کند. اگر مسلمانی به ناحق مسلمان را تیرباران می کند، اون حق حاکم و قاضی است که اون را سنگسار و را در قبالش که ورثه اون شخص حاضر می شوند و اون را با آنچه که کشتن می کشنش. سوم، کسی که از دین می براید و مرتد می شود و اسلام را ترک می کند، با آن هم اسلام عزیز 3 این مرتد را اجازه می دهد و بعد از 3 اگر توبه نکرد و به اسلام رجوع نکرد، این حق قاضی است که سر بزنش. پس اوصاف مؤمن امیست که خون مسلمان را به زمین نمی ریزاند. 11 اوصاف مؤمن امیست که وقتی که به آیات الله پند داده شود پند می گیرد. وقتی که مسلمان از دین مقدس اسلام، از شریعت برش چیزی گفته شد، آرام می شود. به انسانهای جاهل، به انسانهای فاسق و فاجر هرچی از آیات و احادیث رسول الله بازگو بکنی خم به ابرو نمی آورد. اوصاف مؤمن همیست که از آیات الله برشان پند داده شود با جان و دل می پذیرند. اما انسانهای بیخیرت، انسانهای فاسق و فاجر، آنها را اگر آیات قرآن را برش بازگو کنی که ای برادر مسلمان مطابق قرآن و حدیث رفتار تو نیست، نمیپذیرد. او انسان مؤمن ناکام و مؤمن نامراد است که آیات قرآن را میشنود عمل نمی کند و ده ها بار برش گفته می شود پند و اندرز برش نمی شود، به خاطر که قلب از او پر از کینه، پر از کرودت، پر از ده ها موضوعی است که در قلب از او جای گرفته است. 12 صفت اوصاف مؤمن کامل که در قرآن ذکر شده است، اونها خودپسند نیستند، خودپسندی نمی کنند. مؤمن کامل
اجگاه خودپسنده را به خود را نمی دهد و خودخواه هم نمی باشد. این اوصاف مؤمن است. و سزدوام اوصاف مؤمن ای است که در هر حالت انفاق می کند، در هر حالت انفاق می کند. اگر وضعیت اقتصادیش هم خوب باشد انفاق می کند، اگر وضعیت اقتصادیش خراب هم باشد انفاق می کند. در دو حالت، چی در خوشحالی و چی در غمگینی، دست فقیر و یتیم و بیوزن را می گیرد و اون دو از داشته های خود سیر می سازد. اگر نانی داشته باشد، اگر غذای پخته کرده باشد، به فقرا توزیع می کند. این اوصاف مؤمن کامل است که در قرآن عظیم الشان ذکر است. چهار دوم اوصاف مؤمن امی است که با برادر خود نرمی می کند. اوصاف مؤمن چهاردهم اوصاف مؤمن امیست که با برادر خود نرمی میکند. وقتی که با منظورم برادر تنی نیست، برادر ناتنی است. هر مسلمانی که چی در چچن و چی در فلسطین و آمریکا و روسیه و چین و لندن و آمریکا زندگی بکند، مسلمان باشد، برادر مسلمان است. وقتی که با برادر مسلمانمان روبرو می شویم، باید با جبین باز، با چیره باز امرای صحبت بکنیم. رسول الله می فرمایند تبسم که فی وجه اخیک صدقه. تبسم با برادر مسلمان صدقه است. بعضی از برادرها که با برادرایشان روبرو می شوند، گویا که دشمن را دیدند. اگر یک دیگر را گیر بکنند، شاید چاقو و شمشیر خود را پیدا نکنند. انقدر عداوت و بغض در دلشان جای گرفته. پس ما با برادر مسلمانمان چی میشنویم، میشناسیم یا نمیشناسیم؟ اگر از کابل است یا از لغبان، اگر از پروان است یا از پکتیا و پکتیاوال است، از هر منطقه یکی است، برادر ماست. وقتی که ما دیدیم سوال داشت، به سوالش پاسخ میدیم. اگر راهنمایی خواست، از ما برش راهنماییش میکنیم. مسلمان در هر قوم و قبیله ای که است، مسلمان از کلمه میخواند برادر ماست و عزیز ماست. یه اوصاف مؤمن همیست که با برادرش نرمی میکند. پانزدهم اوصاف مؤمن کامل همیست که صابر میباشد. اگر خدا برش خوشی داد، الحمدلله میگه. اگر الله سبحانه و تعالی غم و غصه برش نصب کرد، میگه انا لله و انا الیه راجعون. ما از آن خدا هستیم و به سوی خدا حرکت میکنیم و خواهیم رفت. شانزدهم اوصاف مؤمن کامل ای است که در راه الله با جان و مالش حرکت میکند. الله سبحانه و تعالی میفرماید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا. مؤمن کامل امان مؤمنی است که ایمان به الله و رسول الله دارد. ولم يرتابوا، هیچ شک و تردیدی در ایمان به الله و رسول الله ندارد. و جاهدوا باموالهم و انفسهم، و جهاد میکنن با مالشان، جهاد میکنن با جانشان، مالشان را در راه الله و در راه مجاهدین و برای طالب العلم ها و برای مسافرین و مجاهدین وقف و نثار می کند. و جاهدوا باموالهم و انفسهم، جهاد می کنند با مالشان و با جانشان، و جانشان را برای رضای الله فدا می کنند و خونشان را رنگین می سازند. و امین اشخاص صادق هستند در ایمان به الله، ایمان به رسول الله، و که مالشان را مصرف میکنند در راه الله و جانشان را فدای دین الله میکنند. اینها صادقان هستند. ابدهم اوصاف مؤمن امیست که توکل به الله میکنند. الله سبحانه و تعالی میفرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم،
اوصاف مؤمن امیز که ذکر الله را بکند لرزه بر اندامش می آید، لرزه ای در وجودش پیدا می شود که من کی را عبادت می کنم؟ او کسی را من عبادت می کنم که این کون را خلق کرده است و این 18,000 مخلوق را آفریده است و در میان این 18,000 مخلوق مرا اشرف مخلوق آفریده است که من اکنون ذکر آن را می کنم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقتی که آیات قرآن را تلاوت بکند سکون و آرامش ایمانی پیدا می کند. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون. و دیگر اوصافش همیست که توکل به الله میکند. وقتی که توکل به الله کرد با الله اون را کفایت میکند. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. وقتی که ما توکل به الله کردیم باز ما را الله کفایت میکند، نخار میشیم و نزلیل. برادر عزیز، این اوصاف مؤمنین مؤمن که در قرآن عظیم و شان ذکر بود براتون بیان کردیم. اگر ما مشکل دامنگیرمان است در ارتباط صبر، در ارتباط امانت داری، در ارتباط نرمی با برادر مسلمانمان، ما خود را اصلاح بسازیم. و دومین حرفی که دیروز در آمریکا با اوکوپای وست بنیامین نتانیاهو دیروز در کنگره آمریکا سخنرانی داشت، میخواست که به جهانیان، به رخ جهانیان بکشاند که ما مسلمان را سرکوب کردیم و گفت که ما مسلمان را از طریق موشک و از طریق واکسین میخواهیم که برباد بکنیم و ما مسلمان را تباه بکنیم. اشخاص افرادی که در آن کنگره نشسته بودند از بنیامین نتانیاهو، از این صفاک تاریخ استقبال گرم کردن، در حالی که بیش از 40,000 انسان بیدفاع کشته شد، زخمی شد و طفلکان بی مادر شدن، زنان بی شوهر شدن و زنان بیوه شدن، اما حکام عجم و عرب با اون خون آشام، با اون مزدور آمریکای لعین نگاه کردن. امروزه از در اونجا استقبال میکنن از این صفاک تاریخ، از قاتل بیش از 40 میلیون فلسطینی برادر و خواهر فلسطینی ما استقبال میکنن و تشویقش میکنن و ده ها حرف دروغ گفت که ما 4 ماه میشه که در رفح حمله کردیم، 1 فلسطینی زخمی شده، در حالی که گروه گروه زنان و طفلکان و مردان را بمباردمان کرد، ولی حکام عجم عرب مشاهده کردن و هیچ واکنش نشان نداد. والله رب الکعبه قسم، بیش از 50 و چند کشور اسلامی در جهان زندگی میکنند، زیست میکنند، برنامه ریزی دارند. اگر 5% هر کشور نیروهایش را اختصاص میداد برای دفاع طفلکان معصوم و مردم بدفاع فلسطین، والله بنیامین نتانیاهو را با تمام دار و دستش از کره زمین خونسایش میکرد. خیلی بود که حمایت اتحادیه اروپا و آمریکا و لندن و دیگر داشت، اما قدر اگر کشورهای اسلامی ده بر قدرتش واکنش نشان میداد، اگر طرف فلسطین و رفح و نوار غزه شلیک بکنه، ما در مقابلت از هر نوع افزار و جنگ افزاری که در اختیار داریم ما استفاده می کنیم. چند متن است در ارتباط مردم نوار غزه، شیر است و می خوانم، انشاءالله دعا می کنیم. بپاخیزید ای مسلمانان، نبرد کفر و ایمان است، نمی بیند مگر غزه را به خاک و خون غلطان است. کجا شد غیرت اعراب؟ کجا شور صلاح الدین؟ ببین ناموس امت را.
امیدش نصر افغان است. کجا شد ترکان عثمانی نمی بینن خروشت را؟ چی شد شیران سندی را؟ وطن ویرانی و ویران است. عراق و لیبی و سودان، حجاز و مکه و ایران، دلیران بلاد شام، فلسطین خسته و بیجان است. رها کن واجه پردازی، رها کن واجه پردازی، به خون رنگین کن این بازی. نخواهم گریه هایت را، نخواهم گریه هایت را، دلیرانی میدان است. جوابی تیر تیر آید، جواب سنگ سنگباران آید. مزن بر سینه و سر، بیا که عرض میدان است. خدایا حاکمان ما، چی شد آن شور ایمانی؟ بپا خیز امت اسلام، که اسلام مرز مایان است، که اسلام مرز مایان است. جگرها خون شد از غزه، زن و کودک همه مرده. جگرها خون شد از غزه، زن و کودک همه مرده. 200 نفرین به این قانون، که خون مسلمان ارزان است. شگفتا خواب شیرینت میانی خون فرزندان، بیا از نو مسلمانی، که این ایمان نه ایمان است. الله متعال اشخاص و افرادی که در آنجا زخمی هستند، شهید شدند، خدایا شهادتشان را قبول به درگاهت بفرما، زخمیانشان را شفای عاجل و کامل نصیب بکن. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله